اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت، وزیر خارجه و وزارت خارجه رژیم هیچ چیز جز سیاست‌های تروریستی و جنگ افروزانه رژیم را نمایندگی نمی‌کنند. علی گلمرادی، عضو مجلس ارتجاع: آقای روحانی، و این راهی که شما می‌روید به ترکستان است. آسوشیتد پرس: رژیم ایران انفجار موشک را تایید کرد و گفت آزمایش شکست خورد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه اعلام کرد جواد ظریف ضمن کرنش در مقابل قاسم سلیمانی بار دیگر بر این حقیقت اذعان کرد که وزیر خارجه و وزارت خارجه رژیم هیچ چیز جز سیاست‌های تروریستی و جنگ افروزانه رژیم را نمایندگی نمی‌کنند. ظریف گفت: من و سردار سلیمانی بیش از 20 سال است که از نزدیک با یکدیگر کار می‌کنیم. به این ترتیب هیچ ابهامی نیست که مسائل اساسی سیاست خارجی توسط سپاه پاسداران و شخص خامنه‌ای هدایت می‌شود و تا آنجا که به سیاست‌های بنیادین این رژیم، یعنی سرکوب داخلی، صدور تروریسم و جنگ افروزی و تلاش برای دستیابی به بمب اتمی و تولید موشک‌های بالستیک مربوط می‌شود، هیچ تفاوتی بین باندهای مختلف این رژیم نیست. علی گلمرادی، عضو مجلس ارتجاع، سیاست‌های آخوند روحانی را زیر ضرب برد: مردم تحمل این روند مدیریت غلط را ندارند. آقای روحانی، ثروت و درآمد گزاف منطقه من صرف بی تدبیری مدیران پروازی شما می شود. ثروت این منطقه به نام ما و به کام مدیران بی غیرت شما. آقای روحانی، به دنبال لبخند ترامپ و مکرون نباشید. نه تحریم را بهانه کنید و نه عدم مذاکره با آمریکا را. به دنبال لبخند هم نباشید. آقای روحانی، بی تعهدی و بد اخلاقی مدیران شما ما را گرفتار کرده است و این راهی که شما می روید به ترکستان است. آقای روحانی، گرانی بیداد می کند مدیران شما شرم کنند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد رژیم ایران روز دوشنبه برای اولین بار تایید کرد یک موشک در مرکز فضایی آن منفجر شده است. این تایید بعد از آن صورت گرفت که تصاویر ماهواره این انفجار در هفته گذشته فاش شد. یک مقام گفت اشکال فنی در طی آزمایش منجر به این انفجار گردید. اظهارات علی ربیعی، سخنگوی دولت آخوندی، اولین توضیحات ارائه شده از جانب رژیم ایران در رابطه با انفجار روز پنجشنبه است. آسوشیتد پرس افزود این انفجار سومین شکست موشکی است و باعث گمان زنی هایی در رابطه با احتمال خرابکاری در برنامه فضایی ایران گردیده است. دشخیمان خامنه ای در زندان اردبیل بیش از 3 ماه است زندانی سیاسی صابر ملک رئیسی را به دستور رئیس جنایتکار زندان مرکزی اردبیل در قرنطینه زندان تحت شکنجه قرار دادند. بند قرنطینه این زندان محل زندانیان روانی و معتادان است. محمد صابر ملک رئیسی، اهل شهرستان چابهار، در سال 88 هنگامی که 17 سال بیشتر نداشت از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. علت بازداشت او دسترسی نداشتن ماموران اطلاعات به برادر بزرگترش بود. وی به 17 سال زندان و تبعید محکوم شده است. وزش باد همراه با گرد و غبار در شبانه روز گذشته در شهر زابل با سرعت 86 کیلومتر بر ساعت باعث بروز مشکلاتی برای مردم و عبور و مرور شد. رئیس هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت گرد و غبار شدید دید افقی در محدوده فرودگاه زابل را به 4000 متر کاهش داده و وزش باد شدید علاوه بر زابل در سایر شهرهای شمال سیستان و بلوچستان نیز تکرار شده است.